درود به شما میهن پرستان و میهن دوستان عزیز ویدیویی از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا منتشر شده که در پاسخ به سوال یه ایرانی تبار میگه توافق اتمی برجام دیگه مرده اما به دلایل زیادی نمیتونم مرگ اون رو اعلام کنم جنگنده های تأسیسات شبه نظامیان وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب الله رو در جنوب دمشق هدف قرار دادند. و جوزف بورل به حسین امیر عبداللهیان هشدار داد که سرکوب مردم رو دیگه متوقف کنیم پیش از اینکه بریم سراغ مشروع اخبار به شما یادآوری کنم که با سابسکرایب کردن کانال و زدن زنگوله میتونین از ما حمایت کنین زمنان لایک کردن شما و کامنت گذاشتن شما میتونه باعث بشه ما حمایت بشیم و انگیزه ساخت ویدیوهای بیشتری رو به دست بیاریم پس برای حمایت از ما سابسکرایب کنید زنگوله رو بزنین کامنت بذارین و لایک کنید ویدیو جو بایدن که در اون از مرگ برجام میگه مربوط به انتخابات میان دوره کنگره آمریکاست. روز انتشار این ویدیو رابرت مالی نماینده ویژه ی ایالات متحده در امور ایران و نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جمهوری اسلامی ایران رو مسئول کشتن برجام عنوان کردند. اظهارات اونا همزمان با دیدار حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده برجام صورت گرفته بورل بعد از این دیدار در تویتی از وخامت وضعیت روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی گفت و هیچ علامتی از احتمال خروج بنبست برای احیای برجام نداده در بولتن محرمانی خبرگزاری فارس برای سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که اخیرا توسط یک گروه هکری رو رفت اومده که جمهوری اسلامی با وجود اینکه بخشهای نظارتی برجام رو کنار گذاشته و محدودیت‌های فنی و اتمی رو هم اجرا نمیکنه سعی کرده تا سه خط قرمز رو رعایت کنه به روایت بولتن محرمانی فارس که به صورت تکنسخی برای سرلشکر پاسدار سلامی تهیه می شده جمهوری اسلامی قنیسازی بالای 90 درصد خروج از معاهده منع گسترش سلاحهای اتمی NPT و تولید اورانیوم فلزی به حد زیاد و بازفراوری رو سه خط قرمز کشورهای اروپایی و آمریکا قرار داده و به سمت اون نرفته جمهوری اسلامی در حال حاضر غنی سازی 60 درصدی انجام میده که به گفته ی مدیر کل آژانس فقط تو کشورهای انجام میشه که سلاح اتمی میسازن خروج از انپیتی هم گرچه به طور مداوم از سوی حسین شریعت مداری نماینده علی خامنه ای تو مؤسسه کیهان مطرح میشه اما خب هرگز از طرف مقامهای رسمی نشونی جدی از اینکه تهران ممکنه به اون سمت حرکت کنه بروز داده نشده تولید اورانیوم فلزی هم که در دوره پس از خروج آمریکا از برجام از سوی ایران از سر گرفته شده بود بعد از هشدار جدی کشورهای اروپایی و آمریکا کنار گذاشته شد بریتانیا، فرانسه و آلمان گفته بودند که تولید اورانیوم فلزی هیچ توجیهی جز تولید سلاح اتمی نداره. بولتن مهرمانی فارس نشون میده که نظام احتمالا به این نتیجه رسیده که با رعایت سه خط قرمز دولت های غربی میتونه از احیای برجام خودداری کنه و همزمان به برنامه اتمی بحث برانگیزش هم سرعت بده بولتن فارس درباره سازوکار ماشه و برگشت خودکار تحریم های شورای امنیت میگه دولت های غربی فعلا سراغش نمیرن چون نمیخوان پنجره دیپلماسی با ایران بسته بشه سال دهم برجام شش قدنامی شورای امنیت لغو میشن و احتمالا سال هشتم و نهم مشکلات ایجاد خواهند کرد این بحث های پادمانی ابزاری برای اونا هست منظور از پرونده پادمانی پرونده سه مکان آلوده به اورانیوم در ایران هست که جمهوری اسلامی میگه باز بودن اون مانع احیای توافق برجام بوده حالا به طور خلاصه بیایم به این مسئله بپردازیم اون چیزی که میتونیم از بولتن محرمانه فارس استخراج و استنباط کنیم اینه که رعایت سه خط قرمز غرب در برابر رعایت خط قرمز جمهوری اسلامی همون پرهیز از بازگشت خودکار تحریم های شورای امنیته دلیل خودداری جو بایدن از اعلام مرگ رسمی برجام رعایت موازنه ظاهری هست که تنها باقی مونده از متن توافق اتمی یا برنامه جامع اقدام مشترکه با سررسیدن رسیدن تاریخ های کلیدی در برجام مثل لغو کامل تحریم های نظامی یا لغو همیشگی تحریم های شورای امنیت ناچار مرگ برجام هم اعلام میشه مگر اون که جمهوری اسلامی به احیای توافق و محدود کردن دوباره برنامه اتمی سال برانگیزش تن بده جنگنده های اسرائیلی تاسیسات شبه نظامیان وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در جنوب دمشق هدف قرار دادند. در این حملات دست کم دو نظامی کشته شدند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا به نقل از یک منبع نظامی اعلام کرد پدافند هوایی چندین موشک اسرائیلی رو بر فراز دمشق سرنگون کرد با این همه رژیم سوریه همواره ادعا میکنه که موشکهای های اسرائیل رو رهگیری میکنه اگرچه تحلیلگران نظامی در این ادعاها تردید جدی دارند گروه ناظر حقوق بشر در سوریه میگه که در این حملات زاقه های مهمات حزب الله هدف قرار گرفته شده و دو نفرم کشته شدن برخی منابع میگن اهدافی حوالی طول زینبیه که نیروهای وابسته به سپاه قدس اونجا استقرار دارن هدف قرار گرفته رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه میگه در این حملات پایگاه ها و انبارهای سلاح شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی اطراف فرودگاه دمشق هدف قرار گرفتن این دومین باره که اسرائیل در چند روز گذشته به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در سوریه حمله میکنه. چهارشنبه 23 آذر سه عضو سپاه قدس در حمله اسرائیل به دیر از زور کشته شدند. در هفته های اخیر مقامات اسرائیل بارها نسبت به افزایش پروازهای مشکوک از ایران به سوریه و لبنان هشدار دادند حتی اعلام کردند اگر ارسال تسلیحات برای حزب از فرودگاه بیروت متوقف نشه اون فرودگاه رو هدف قرار میدن و بپردازیم به بخش خبری آخر حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی که برای شرکت در اجلاس بغداد دو به پایتخت اردن رفته بود در منطقه حوالی بحرالمیت یا همون دریای مرده با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار رو گفتگو کرد در این دیدار علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی و انریک مورا هماهنگ کننده مذاکرات وین هم حضور داشتند اما جزئیات گفتگوها مشخص نیست که چی بوده دیدار بین مقامات دیپلماتیک جمهوری اسلامی و مسئولان اتحادیه اروپا پس از اون انجام شد که نمایندگان فنی آژانس بین المللی انرژی اتمی تنها ساعتی پس از اون که وارد تهران شدند بعد از دیدار با رئیس سازمان انرژی اتمی تهران را ترک کردند بدون اینکه کوچکترین نتیجه از این سفر اعلام کنند. همچنین امیر عبداللهیان و بورل در شرایطی گفتگو کردند که شب قبل از اون آلمان، انگلیس و فرانسه پس از نشست شورای امنیت درباره جمهوری اسلامی در بیانیه مشترک نسبت به تشدید برنامه های مشکوک هسته و تهدیدات موشکی جمهوری اسلامی و ارسال سپاه به شبه نظامیان منطقه هشدار داده و خواستار توقف فعالیت های تنشزا توسط رژیم بودند. مقامات جمهوری اسلامی اینو میدونن که شکست مذاکرات اتمی و اختلافات شدید با آژانس بین المللی انرژی اتمی و همزمان پیامدهای بین المللی ارسال پهپاد برای روسیه نتایجی برای اونا در داره که پیوند خوردن اونا با تحریم ها و خیزش مردم منجر به بحران های شدیدتری برای این نظام میشه. در همین ارتباط جوزف بورل در توییتی نوشت در دیدار ضروری با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در میانی وخامت روابط ایران و اتحادیه ای اروپا بر ضرورت توقف فوری حمایت نظامی از روسیه و سرکوب داخلی در ایران تاکید شده توافق کردیم که باید ارتباطات رو باز نگه داریم و بر اساس مذاکرات وین برجام رو بازیابی کنیم مخالفان جمهوری اسلامی میگن هر گونه معامله غرب با جمهوری اسلامی نادیده گرفتن سرکوب های خشن و جنایت های وحشیانه رژیم علیه مردم ایرانه رودگن عضو کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان در واکنش به حرفهای بورل در توییتی مینویسه باور نکردنی است که اتحادیه اروپا چطوری مجذوب رژیم ملایان شده رژیم از برجام برای بدام انداختن اروپایی استفاده میکنه اتحادیه اروپا با افتادن تو این دام به رژیم قاتل و تجاوزکار داره مشروعیت و رسمیت میبخشه اما این همه در حالی است که شاهزاده رضا پهلوی اواسط بر اساس سیاست های خودش مبنی بر حقوق مردم در خرداد 1400 در مصاحبه با عرب نیوز تاکید کرد برای محدود کردن فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی باید متوجه بود که تلاش جهت بازگشت به همون توافق قبلی بی اون اونم تو شرایطی که شاید نیمی از معلفه های برجام توسط رژیم نقص شده و شما تلاش میکنین با همون امکانات محدود به همون نتایج مورد نظر قبلی برسین. مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه علاوه بر آمریکا دولت های اروپایی را هم متهم می که اقتشاشات رو با هدف ضربه زدن به نظام و براندازی به راه انداختن. در این میان برخی تحلیلگران حکومتی در ایران میگن بعد از جنگ اوکراین نفع روسیه در احیای برجام نبود به تازگی هم اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات اتمی که همواره مدافع سرسخت برجام بوده و مرتب از احیای اون در یک دو روز و یا حتی طی ساعات آینده خبر میداد در ارتباط با سفر هیئت آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران گفت هیچ امیدی برای پیشرفت نیست در حل و فصل مشکلات ایران آژانس در این سفر هیچ راهی وجود نداره خب همراهان عزیز به پایان یک بسته خبری دیگه رسیدیم باز هم سپاس گذاریم که مثل همیشه تا پایان با ما همراه بودید فراموش نکنید با لایک کردن و کامنت گذاشتن میتونید از ما حمایت کنید کانال ما رو سابسکرایب کنید زنگوله رو بزنید و با دیگر دوستانتون ویدیوها رو به اشتراک بذارید. تا بخش بعدی خبر بدرود